سرخط خبرها. اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن رفقای هشدار رهبر ایران، فشار حداکثری تهران را وادار به نرمش نمی کند. آیت الله خامنه ای می گوید کاهش تعهدات برجامی ادامه خواهد داشت. در این مسیر ما باز هم مسیر رو ادامه می دیم، راه رو ادامه می دیم، راه بن‌بست نیست. به نظر من راه بازه، به نظر من همه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کارشکنی کاخ سفید را دلیل انجام نشدن گفتگو میان تهران و واشنگتن دانست. ریاض تلاش برای گفتگو با تهران را رد کرد. وزیر مشاور در امور خارجه عربستان میگوید اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره ارسال پیام به رهبران این کشور دقیق نیست. و تابوت کاهن مصری بعد از سفری طولانی به خانه برگشت. سلام و عصر بخیر. رهبر ایران میگوید کاهش تعهدات تهران در برجام تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه پیدا خواهد کرد. آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران گفته ایران نباید تنها به حضور در منطقه خودش قناعت کند و نگاه فرامرزی که مسئولیتش با سپاه است از واجبترین واجبات هم لازمتر است. او گفته آمریکایی‌ها در نیویورک به التماس افتادند تا حسن روحانی را وادار به ملاقات کنند، اما شکست خوردند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفت در انجام نشدن گفتگو با آمریکا آنکه کارشکنی کرد کاخ سفید بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهداد فرهمند. سخنان آیت الله خامنه ای برای سپاهیان تکرار موضع همیشگی او بود که زبان خوش و گفتگو با آمریکا راه به جایی ندارد. تلاش اخیر هم برای گفتگو محکوم به شکست بوده. برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخر هم موفق نشدن. پس بنابراین تا این ساعت فشار حداکثری شکست خورده و من به شما عرض کنم به طور قاطع این فشار حداکثری تا آخر هم شکست خواهد خورد. اندکی پیش از این سخنرانی حسن روحانی بیانی منعطف‌تر از میانجیگری نافرجام اخیر در نیویورک داشت. من در اینجا به خاطر اینکه شاید برخی یک استنباط دیگر کردند میخوام از رئیس جمهور فرانسه تشکر بکنم. همه تلاش خودش رو در اون 48 ساعت 24 ساعت مخصوصا انجام داد برای اینکه این کار بشه. ما هم همکاری کردیم با او، همراهی کردیم با او. اون کسی که مانع شد که این به نتیجه برسه کاخ سفید بود نه دیگری. من به این دوستان اروپایی گفتم که خب کجا شما قبول کنیم، حرف شما را قبول کنیم که شما میگید آمریکا آماده است، یا حرف رئیس جمهور آمریکا را قبول کنیم که در 24 ساعت دو بار آمده به صراحت، یه بارش در سطح جهانی سازمان ملل آمده اعلام کرده و گفته میخوام تحریما رو تشدید کنم. خودشون هم یک پاسخ روشن نداشتن، میگفتن بله حالا دنیای سیاست به هر حال یه چیزی گفته ولی به هر حال آمادن. به نظر میرسد نتیجه گیری آیت الله خامنه ای این است که دیگر به احیای برجام نباید دل بست. ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنیم. با جدیت کامل هم باید ادامه بده.
دولت‌های اروپایی پیشتر اعلام کرده بودند با فاصله گرفتن ایران از برجام ممکن است آنها هم تحریم ایران را دوباره برقرار کنند. مرتضی فرهمند، BBC. علی حاجی قاسمی، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه سودرتن سوئد از استکهلم با ماست. آقای حاجی قاسمی، فشار حداکثری تا این ساعت شکست خورده؟ خیر، گمان نمی کنم تأثیر خودش گذاشته. در نظر داشته باشین ایران روزانه حدود 150 میلیون دلار درآمد نفتش از دست داده و اگر بخوایم به این هزینه بیایم عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و پیامدهای دیگه‌ای که از تب و تاب افتادن اقتصاد ایران با خودش به همراه داشته در این دو سال اخیر رو حساب بکنیم، شاید، من حساب نکردم ولی حدس میزنم چیزی تا حدود نیم میلیارد دلار در روز اقتصاد ایران به خاطر این تحریم‌ها داره ضرر میده و این فشار رو آمریکا اعمال کرده. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی امروز نظرات ابراز میکنن، ما باید در نظر داشته باشیم که کشور ایران در این دو سال چنین هزینه سنگینی رو متحمل شده و خب سیاست حداکثر، فشار حداکثری از جانب آمریکا دنبال شده. در طرف قضیه هم خب ایرانی ها در ابتدا شاید باورشون نمیشد چنین فشاری بتونه اعمال بشه، ولی از طرف دیگه اصرارشون بر مقاومت در مقابل این فشار بوده، مقاومت رو انجام دادن. حتی در هفته‌های اخیر یک سری تحرکات دیگه در خلیج فارس که هم کشور همسایه صورت گرفته که یک در واقع میشه گفت توازن قوا از جهت واکنش به همدیگه نشون دادن یا مورد حمله قرار دادن به گونه‌ای انجام شده. و الان آنچه میشود گفت اینه که حتی در صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای می‌دیدیم سه مورد مطرح شد. ادامه در واقع کاهش تعهدات به برجام یکی بود، دو دیپلماسی میتواند مثبت باشد هم بود و به نرمش هم اشاره میشود. یعنی این که ما در یک کنسپت کلی نگاه بخوایم بکنیم، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه در واقع اون جنبه مقاومت در مقابل فشارها رو انگار دارن دنبال میکنن. از طرف دیگه رئیس جمهور و وزارت خارجه هم بحث مذاکره رو دارن دنبال میکنن. آنچه میشود نتیجه گرفت اینه که ایران آماده مذاکره هست، کما اینکه آمریکا هم بوده. حالا منتها تأثیرات منفی در واقع میشه گفتش که تحریم هایی که در این دو سال به ایران وارد شده رو نمیشه یک شبه و به سرعت در واقع جبران کرد، بلکه ما همونطور که در گفتگاه قبلی هم اشاره کردم شاهد یه روندی هستیم که دو تا کشور حالا آماده انجام مذاکره بشوند. ما در این روند افتادیم و در واقع رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور هر کدام به نظر میرسه نقش خودشون رو در این بازگشت به میز مذاکره یا وارد شدن به میز مذاکره دارن ایفا میکنن که از موضع ضعف نباشه بلکه از یک موضع در واقع متعادل تر باشه در رابطه با آمریکا. از صحبت‌های آقای خامنه‌ای به نظر میرسه که شاید این فشار حداکثری بیشتر هم بشه، به خاطر اینکه او داره اشاره میکنه که تعهدات ایران همچنان کاهش پیدا کنه از برجام. در برجام تأکید داره که سپاه پاسداران فعالیت‌های فرامرزیش رو به قول او ادامه بده. اینها باعث افزایش فشار بیشتر نمیشه؟ قطعا چنین خواهد شد و از فهوای کلام آیت الله خامنه‌ای این استنباط میشد که در واقع رهبرای سپاه داره میگه آماده روزهای سختری هم باشین، امکان داره که درگیری حتی رخ بدهد و اینه که در واقع میخواد به طرف آمریکایی هم این پیغام رو بده که ما آماده تحمل فشارهای سختتر از این هستیم. اما من گمان نمی‌کنم این به معنی این باشه که رهبر جمهوری اسلامی استقبال میکنه از اینکه کشور زیر فشار بیشتری قرار بگیره، بلکه از طرف دیگه رئیس جمهور و دست رئیس جمهور و وزارت خارجه رو برای انجام مذاکره باز گذاشته و آقای روحانی تقریبا میگفتش که در این روزهایی که در نیویورک بوده تلاشای خیلی زیادی بوده، ایران آماده مذاکره بوده و این طرف آمریکایی بوده که به تعهداتش عمل نمی‌کرده. بنابراین من فکر می‌کنم که در واقع ایران آماده مذاکره هست، منتها باید شرایط مناسب برای مذاکره فراهم شود. بسیار خوب، علی حاجی قاسمی خیلی ممنون از شما از سوئد، از استکهلم، متشکرم. مقام‌های قضایی ایران از بازداشت یک بهیار شبکه بهداشت در لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری در غرب ایران به دلیل استفاده از سرنگ آلوده خبر دادند.
اهالی روستای چنار محمودی از توابع لردگان میگویند عده‌ای از ساکنان این روستا بر اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV مبتلا شدند. این افراد از دیروز در مقابل فرماندهی لردگان تجمع کردند. سخنگوی دولت ایران دخالت حسن روحانی در کاهش محکومیت زندان حسین فریدون از 7 سال به 5 سال را دروغ خوانده. علی ربیعی گفته حکم صادر شده تصمیمی است که قوه قضاییه گرفته و آقای فریدون هم مثل هر شهروند دیگری حق اعتراض به اون را دنبال میکنه. حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران به اتهام رشوه‌گیری به 5 سال زندان محکوم شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به 7 سال حبس محکوم شده بود. عادل جابر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان گفته اظهارات مقام‌های ایرانی درباره ارسال پیام از طرف ریاض برای تهران دقیق نیست. عادل جابر در توییتی نوشته کشورهای دوست و همسو با ما خواهان برقراری آرامش در منطقه بودند و ما به آنها گفتیم پادشاهی عربستان همواره تلاش کرده تا در منطقه امنیت و صلح برقرار شود. برخی مقام‌های ایران اخیراً گفته بودند بعضی از کشورها پیام‌هایی از طرف عربستان برای حسن روحانی آوردند. تعدادی از رسانه‌ها در ایران این خبر را به عقب نشینی دیپلماتیک عربستان در برابر ایران تعبیر کردند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا در آمریکا با ماست. آقای میلانی، آقای عربستان آیا عقب نشینی کرده یا چه کرده؟ با عرض سلام به ادب خدمت شما و شنوندگان، من فکر می‌کنم که شرایط عربستان امروز شرایط خیلی خوبی نیست. عقب نشینی نکرده، ولی فکر میکنم که در رابطه با سیاستش نسبت به ایران و در حقیقت میشه گفت در رابطه با سیاستش در منطقه بازنگری رو آغاز کرده. در هر صورت بعد از اینکه حملات وحدی به تسهیلات نفتی عربستان شد، عربستان توقع داشت که آمریکا عکس‌العمل نظامی نشون بده و چون این عکس‌العمل نظامی نشان داده نشد، به نظر من یک مقداری دلگرمی عربستان نسبت به آمریکا کم شده. و در ضمن هم اگر شما به سیاست‌های کل عربستان نگاه کنید، جایی نیست که خیلی موفقیت داشته باشند. بنابراین همونطوری که خود آقای محمد بن سلمان در یه مصاحبه تلویزیونی 2 روز قبل اعلام کرد، اینها میخوان رابطه خودشونو با ایران از در میز مذاکره به جلو ببرن، که به نظر من تصمیم خیلی خوبیه، برای خاطر اینکه اگر یک جنگ بین ایران و عربستان بشه، نه به نفع ایران خواهد بود و نه به نفع عربستان. و فکر میکنم عربستان این مسئله را امروز خیلی به روشنی دیده که نمیتونه نسبت به آمریکا حساب زیادی بکنه، چون کس نخارد پشت من چون ناخن انگشت من. ولیعهد عربستان محمد بن سلمان تو همون مصاحبه‌ای که شما بهش اشاره کردید صحبت کرده که ما دلمون میخواد که از جنگ پرهیز بشه. به نظر میرسه که عربستان احساس میکنه که آسیب پذیره اگر جنگی بشه. کاملا حرف شما درسته. این آسیب پذیری رو خیلی اینها به روشنی دیدند که با چند تا پهپاد و چند تا موشک حداقل 5 میلیون بشکه نفت اینها از بین رفت. و از اون مهمتر هم نشون داده شد که اگر یک جنگی بین ایران و عربستان بشه، لحاظ اقتصادی برای عربستان به نظر من این شکست بزرگی خواهد بود. بنابراین هر دو کشور باید به سر عقل بیان، به میز مذاکره برن و بتونن مسائل مهم خودشون رو حل بکنن، چون تا زمانی که عربستان سعودی و ایران در رابطه با مسائل خلیج فارس، در رابطه با مسائل منطقه با همدیگه گفتگو نکنن، سعی نکنن یک طوری مسائل خودشون رو حل و فصل کنن، ما در منطقه آرامش سیاسی نخواهیم داشت. هستن کسانی که میگن که خیلی خوب، این پرهیز عربستان از درگیری خودش ممکنه یک علامت ضعف از طرف ایران تلقی بشه و ایران رو تشویق کنه که شاید عملیات نظامی یا چیز بیشتری در منطقه، این چیزایی که شاهد بودیم، دست به این جور عملیات بزنه.
این امکانش هست، ولی اگر ایران این کار رو انجام بده و این برنامه مذاکره رو فکر بکنه به خاطر نقطه ضعف عربستانه، به ضرر ایران در خواهد آمد. چون در هر صورت فراموش نکنیم که عربستان یک متحد آمریکاست و تمام کشورهای غربی و آمریکا طرفداری ازش دارن میکنن و این صحبت‌های آقای محمد بن سلمان رو ایران نباید به عنوان نقطه ضعف بگیره، بلکه باید به اینطوری نگاه بکنه که عربستان داره سیاست خودش بازنگری میکنه و من امیدوارم که ایران هم به سیاست منطقی خودش بازنگری بکنه. آقای میلانی خیلی ممنون از شما. محسن میلانی از آمریکا با ما بود. متشکرم. خیلی متشکرم. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. پیش تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای رو ادامه خواهیم داد. آیت الله خامنه ای گفته ایران در مقابل آمریکا نرمش نمی کند. همزمان رئیس جمهوری ایران می گوید راه مذاکره با آمریکا هنوز باز است. عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان می گوید اظهارات سخنگوی دولت ایران درباره ارسال پیام از طرف ریاض به تهران دقیق نیست. در ادامه برنامه بازگشت تابوت طلایی کاهن مصری به خانه. یک هیئت از گروه طالبان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی به این کشور سفر کرده. این در حالی است که زمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان هم از دیروز به پاکستان سفر کرده. آمریکا حدود یک ماه پیش گفتگوها با گروه طالبان را به دلیل ادامه خشونت‌های این گروه متوقف کرده. طالبان اما بر ادامه مذاکرات تأکید دارد. علی حسینی خبرنگار ما از کابل با ماست. علی، در اسلام آباد چه میگذره که همه راهی اونجا هستند؟ خب سفر بسیار مهمی میتونه باشه. یک هیئت رهبری این هیئت را ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر عهده داره. گروه طالبان گفته که موضوعات مهمی با مقام‌های ارشد پاکستانی مطرح میشه. وزارت خارجه پاکستان هم گفته که این سفر میتونه فرصتی برای اثرگیری مذاکرات و یا تلاشی برای اثرگیری مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و همچنین گروه طالبان باشه. از طرف دیگر دولت افغانستان واکنش نشان داده و گفته که صلحی که مالکیت و رهبریان بر عهده دولت افغانستان نباشه پیشرفتی نخواهد داشت. زلمه خلیزاد هم در پاکستان از دیروز رفته با یک هیئت 5 نفری. گرچه دقیق نیست که آیا زلمه خلیزاد با گروه طالبان دیداری خواهد داشت یا نه، اما رسانه‌های پاکستانی گزارش دادن که گروه طالبان پذیرفتن که با آقای خلیزاد صحبت و دیدار داشته باشند. که اگر این دیدار صورت بگیره میشه گفت که تقریبا تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان کلید خوردن. علی خیلی ممنون از شما. علی حسینی خبرنگار ما از کابل بابا بود. متشکرم. 4 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعدادی از نامزدان از احتمال تقلب در انتخابات ابراز نگرانی کردند. امروز فرامرز تمنا خواستار اعلام زود هنگام نتایج انتخابات شده و گفته تأخیر در اعلام نتایج زمینه تقلب را فراهم می‌کند. گوبدین حکمتیار شفافیت این روند را زیر سوال برده و میگوید اگر نتایج دستکاری شود آن را نخواهد پذیرفت. عبداللطیف پدرام هم آمریکا را به مداخله در انتخابات متهم کرده. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل سری زده به مرکز جمع‌آوری آرا در کمیسیون انتخابات. صندوق‌های آرای کابل تازه بررسی می‌شوند. مرحله اول یادداشت مشخصات بسته نتایج است، هم روی کاغذ هم در کامپیوتر. بعد از آن برگه های داخل آن اسکن می شوند. ما اجازه تصویربرداری از دیگر مراحل را نیافتیم. مسئولان کمیسیون می گویند در این مرکز اطلاعات برگه های نتایج وارد سیستم معلومات مرکزی می شود. صرفا ما تشخیص می دیم که آرای غیر بایومتریک را از آرای بایومتریک توسط خود سرور مربوطه شناسایی میکنیم و غرض تصمیم گیری بیشتر به کمیسیون راه میکنیم و کمیسیون در قسمت باید تصمیم شد.
ناظران نامزدان و نهادها می توانند پشت آن شیشه با دیدن صفحه های نمایش روند کار را نظارت کنند، اما جای آنها خالی است. ورود به این مرکز هم برای همه آزاد نیست. 26 دوربین امنیتی هم بالای سر این کارمندان نصب شده. نتایج بیش از 14,000 محل رای‌دهی از دستگاه‌های بیومتریک وارد سرور اصلی کمیسیون شده. اینجا مرکز دیجیتالی کمیسیون هست، جایی که کارمندان دو نسخه را با هم مقایسه می‌کنند. دقیقاً اینجا کارمندان دو نسخه دارن، یک نسخه که عکس گرفته شده از نتیجه برگه در محل رای‌دهی هست و در کنارش جدولی که در دستگاه بیومتریک در روز رای‌دهی خانه‌فروشی شده. این دو فرم با هم مقایسه میشه و بعد از تکمیل کردن این دو فرم هر دوش مستقیما از طریق همین کامپیوتر به سرور منتقل میشه. پس از آن همه اطلاعات در مرکز اصلی ذخیره و با برگه اصلی نتایج مقایسه میشود. اما مسئله و جنجال روی شمردن یا نادیده گرفتن آرایی است که بایومتریک نشده. این یک اطمینان از خدمت هموطنان ما که بدون از آرای دارنده تصدیق بایومتریک رای دیگه مدار اعتبار نمی باشه. ورق رای دهی بدون تصدیق ثبت بایومتریک یا کیو آر کد، این اوراق فاقد اعتبار شناخته شده و در جمع اوراق باطل محاسبه می گردن. به نظر می رسد بایومتریک خط سرخ کمیسیون برای شمردن آراست. سیستمی که برای جلوگیری از تقلب برای اولین بار در این انتخابات کار گرفته شد. در 4 روز گذشته بسیاری از نامزدان از احتمال تقلب ابراز نگرانی کردند. امروز فرامرز تمنا، یکی از نامزدان، از کمیسیون انتخابات خواسته که نتایج ابتدایی را هرچه زودتر اعلان کند. بحث شفافیت هست، بحث بی‌طرفی است، بحث عدالت در اعلام نتایج است و تسری بخشیدن به اعلام نتایج. رای های پاک از رای های ناپاک باید تفکیک بشه. تیم تدبیر و توسعه حتی یک رأی غیر بایومتریک را نمی‌پذیرد و او را نشانی از تقلب می‌داند. تقریبا همه نامزدان نگرانی های مشابهی دارند. نگرانی از ایجاد یک بحران. آمریکایی ها باز دوباره به فکر این هستند که در با استفاده از این تقلب باز آدم مورد نظر خودشان را دوباره بر مقام ریاست جمهور بنشانند. اما نتیجه چی خواهد بود؟ نتیجه بحران است. بر اساس تقویم، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید تا بیش از 2 هفته دیگر اعلام شود. هرچند تا کنون صندوق‌های رأی از حدود 30 ولایت کشور به مرکز نرسیده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در عراق نیروهای امنیتی برای دومین روز با معترضان در بغداد درگیر شدند. پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده و گزارش‌ها حاکی از مجروح شدن تعدادی از تظاهرکنندگان است. در اعتراض‌های دیروز در بغداد و شهرهای دیگر عراق هم دست کم 2 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند. تظاهرکنندگان به بیکاری، فساد مالی و وضع خراب خدمات شهری معترض هستند. جلسه بررسی اتهام‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از امروز آغاز شد. وکلای آقای نتانیاهو در طول 4 روز برگزاری این جلسات فرصت خواهند داشت تا دلایلشان را برای رد اتهام فساد علیه نخست وزیر اسرائیل ارائه کنند. آقای نتانیاهو به دریافت رشوه، فساد مالی و خیانت در امانت متهم شده. رسیدگی به این اتهام‌ها همزمان شده با تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای تشکیل یک دولت ائتلافی بعد از بن‌بست به وجود آمده در انتخابات عمومی ماه گذشته در اسرائیل. آیا می‌دانستید که اگر بدن در روز دچار سوختگی شود، برای التیام به زمان به مراتب کمتری نیاز دارد تا این سوختگی در شب اتفاق بیفتد؟ دانشمندان میگویند برای ابتلا به بیماری ها بعضی از اوقات روز زمان مناسب تری هستند.
التیام زودتر پوست در مقابل سوختگی در ساعات روز. تابوت متعلق به یک کاهن دوران مصر باستان 8 سال بعد از به سرقت رفتن به مصر بازگردانده شده. این تابوت طلاکاری شده در موزه متروپولیتن نیویورک پیدا شده بود. مسئولان این موزه از این موضوع عذرخواهی کردند و گفتند که مدارک ارائه شده به آنها تقلبی بوده. جزئیات بیشتر در گزارش بیل هیتون. کمتر پیش می آید که آثار مصر باستان کسی را تحت تاثیر قرار ندهد. طلای درخشان، نوشته های پرزرق و برق. حالا برگشته به جایی که به آن تعلق دارد. بیش از 2000 سال قدمت دارد و تصور می شود تابوت کاهنی به نام نجمان باشد که هارسافس خدای باروری را می پرستیده. تابوت چوبی طلایی خیلی بزرگ نیست. چوبی و بالایی از طلا پوشیده شده. به جزئیات نوشته‌های هیروگلیف نگاه کنید. فوق‌العاده است. تابوت این کاهن مصری راه زیادی را طی کرده تا به اینجا برسد. در سال 2011 از استان منیا در جنوب مصر به سرقت رفت. در سال 2017 با مدارک جعلی و به قیمت 4 میلیون دلار به موزه متروپولیتن نیویورک فروخته شد. مقام های آمریکایی زمانی که متوجه شدند تابوت دزدی است با برگرداندن آن موافقت کردند. خیلی خوشحالیم که این تابوت به مصر برگشته. اینجا همون جایی که باید باشد. میلیون ها نفر حالا میتونن بیان دیدنش و از میراث فرهنگ مصر لذت ببرند. تابوت نجمان قرار است از سال آینده در معرض دید عموم قرار بگیرد. تابوتی که بازگشتش یک پیروزی برای مصر تلقی شده. بیل هیتون، BBC نیوز. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.